میگن از قلخ آتش برید، یا یک اصطلاح دیگه ما و شما داریم در افغانستان که امروش بلد هستین، مطمئن هستم استفاده کردین، که میگه از خانه هندو قرآن برآمد. اما پیش از این که به این موضوع بپردازم که چرا یه گپ گفتم که از خانه هندو قرآن برآمد و منظورم چی است از این حرف، اجازه بدین چند گفتنی برای امی وکیل صاحبای بسیار زیاد نازنین داشته باشیم. بعد از او باز میریم به اصل قضیه. پیش از که ما صحبت بکنم شما این ویدیو رو تماشا بکنیم. وکلای محترم، صبح همه شما بخیر. منشی صاحب، جلسه را آغاز کن. منشی صاحب، بله صاحب، جلسه را آغاز کن. خب، اینی رئیس مجلس است. غرق. چشمان تو پندیدگی، خواب آلود، به این وضعیت یک بار دیگه ببینه؟ منشی صاحب، جلسه را آغاز کن. منشی صاحب، جلسه را آغاز کن. جلسه را آغاز کن. ای تو به تفاوت که تو میگی هیچ گپی در ملک نشده و ای هیچ کاره نیست. چشمان تو پندیدگی، مچم که رویشم ششته یا نششته میه در اینجا متو بیتفاوت. خب ایشه چی میکنین؟ شما این ویدیو رو ببینین، بعد از اون موزگ پای خدا براتون میگم. من بی حد گلوم بغض کرده و سخت صحبت کردن در خانه ای که رأی گرفتیم از مردمی که هر روز شهید میشن. دیگه خسته شدم از تسلیت گفتن. آقای رئیس جمهور، جناب دکتر عبدالله، کسانی که در سکوی قدرت شیشتیم، خسته استم از تسلیت گفتن، خسته استم از تقبیح کردن. نه گدایی از کشورها میخواییم، نه حمایت بیمعنی اینا که به خاطر چندر قاز پیسه خون مردم مر میگیرن. جناب رئیس پارلمان، اینجا خانه ملته. خانم بارکزای است، وکیل مردم هرات در پارلمان، گریه داره. خب بسیار خوب، واقعا ای که گریه میکنی نشان میتی حس همدردی تا، بسیار خوب است. اما به تمام وکیلا میگم، امی فرق بین ما و شما چیست؟ شما هم گریه میکنین، من گریه میکنم، ملا هم گریه میکنه، رئیس جمهور هم گریه میکنه، وزیر هم گریه میکنه، وکیل هم. خوی چه رقم گپ است؟ خوی شما دو چی میکنین؟ امی فرق بین ما و شما چیست؟ امی موقف ما و شما در قبال این همه بدبختی که در کشور جریان داره، من فکر نمیکنم فرق بین ما و شما وجود داشته باشه. من تقبیح میکنم، جگرخون میشم، ناراحت میشم، عشق میریزم، شما هم کار میکنین. او پارلمان است یا درامسال؟ چرا به جای از این گریه کردن، به جای از این غالمغال، به جای از این مویکنک، به جای از این بیابی و رسوایی و غالمغال که بیخی درامسال جور کردین داخل پارلمان، چرا دست به دست هم نمیتونین غم از این دولت نمیخورین، غم از این مردم نمیخورین؟ یک فکر باید بکنین. شما صاحب صلاحیت هستین، گریه باید ما بکنم. من که هیچ چیز نیستم، هیچ کاره نیستم، من مجبور هستم گریه بکنم، ناچار هستم، از دستم چیز نمیایه. اما شما که صلاحیت برطرف کردن رئیس جمهور، وزیر و از تمام مقامات دارین و صلاحیت دارین، شما هم گریه میکنین؟ گریه کردن خود نشانی ضعف است. کدام احمق گفته که گریه کردن نمیفهم چرا قمی و چطورکی؟ هر کس گفته بد کرده. گریه کردن نشانی ضعف است. ما دوستم، پدرم، اندیوالم، هموطنم، رفیقم کشته میشه، هیچ کاری نیستم، از دستم هیچ چیز نمیایه، از ناچاری زیاد چون ضعف دارم گریه میکنم. اما شما که صاحب قدرت هستین، و اگر نمیتونین، و اگر از دستان چیز ساخته نیست، خویلا کنین دیگه، بخیزین برین خانهتان. شما در اونجا چی میکنین در اونجا؟ خب بخیزین برین خانهتان، حداقل امی بار دوش رو کم میشه، مصرف رو کم میشه، حق و ناق ماش گرفته در اونجا خوستین. پس کار شما کو؟ هر صوبکی ولی ما بخاطر از این جگرخون هستم. خب جگرخون ما هم هستیم، من چی میگم براتان؟ سعیست که جگرخون هستی، خیر ببینی، اما با جگرخونی مشکل ما حل نمیشه. ما کار میخواییم، یک کم خود تکان بتین، گپ بزنین، کسایی که نمیتونن رخصت کنین پشت کارشان بره. اینال شاید بعضی وکیلا بگه که خونه خو ما خواستیم دیگه. خو خواستیم چی کنیم؟ شما یک نفرم میخواییم؟
به خاطر سوال جواب ازش تحقیق میکنین. دمو یک راست دروغ میگه میخیزه میره، دیگه تا 6 ماه پشت حضور شما نمیگیرین. یک ضرب العجل تعیین بکنین برای هر کسی که میخواین که معاون صاحب، که قماندان صاحب، که وزیر صاحب. امی خودت دلالی که گفتی برو سئیس، مشکلات شرح دایس برو سئیس. چقدر وقت میگیره که مشکل دیگه تکرار نشوی، مشکل حل شوه؟ تا یک ماه، یک هفته، دو ماه برش وقت بتین ای آدم کار خود بکنه. اگر باز هم موفق نبود این بار بانه و چانه، ضرور نیست برش بگو برین پشت کارتان. وگر اینقدر صلاحیت ندارین و این کار کده نمیتانین و منافع شخصیتان به خطر مفته و واجبتان خالی میشه، خجم کنین بخیزین برین دیگه. بس است، به نام پارلمان چیزی وجود نداره بدون یکی دو نفر دمونجا. دیگه کل شما حرامخور، مردارخور، دوز، لچک، غاصب و مافیا هستین. تمام روز پودر بفروش، تابلتکه بفروش، شراب بفروش، فامریکه بساز، جیب خود پرکو. دیگه شما چی کار کردیم؟ ما گریه های شما رو چی کار کنیم؟ رئیس مجلس میاد چشماش دخو، منشی صاحب شروع کو، فقط بگوی که کدام برنامه چیز باشه، موسیقی محلی باشه، شروع کو. پس از یک کمی بشرم این از برای خدا، یک کمی به خود بیاین. چقدر ما شما را بگوییم؟ بیخی شرم است به خدا، بینی ما را بریدین پیش مردم. صلاحیتتون در قانون اساسی فیل بردن نمیتونه کار شما را سعی کن. گمش کو چی کنی پت از این مردم؟ گفتم از قلو خاتش برید. شما این ویدیو را تماشا بکنین. حمله در پوهنتون کابل، حادثه ای که قلب های همه را جریحه دار ساخت. این کارها را کی میکنه؟ بدون شک این حمله تقبیح است، محکوم هست. به به، بسیار عالی، بسیار زیبا. از خانی اوندو قرآن برآمد. بعد از سالهای سالها قتل عام، بنده خدا بیدار شده و میایه محکوم میکنه، تقبیح میکنه و صدا بلند کرده. بسیار عالی. خیلی ببینی ای مولانا یا شیخ مولانا مجیب رحمان انصاری است. اما یک گوشه دیگه از صحبتاشو بشنوین، دقت بکنین. اینها که در پوهنتون درسته، چند هفته قبل اشاره کردم که وضعیت پوهنتونهای ما به حالت پیشمیره که عذاب الهی می آیه. بیهجابی و خلط و مخلوط و بالاخره اختلاط زن و مرد و استهزای دین و اینها عذاب در کمین داره. یک هفته پیش از حمله بر دانشگاه کابل یادم فتوا صادر کرده بود و کلگیره بر علیه دانشگاه کابل خیستانده بود و تمام همفکران خود را خیستانده بود که برین دوجه فحشا جریان داره. حالا دیگه دروازه جنت که است از داخل پنتون کابل فعلا واز شده. هر کس میخواه بره جنت بدوین، داخل پنتون کابل برین انتحاری کنین، مردم را بکشین که اونجا فحشا جریان داره و دروازه جنت هم دموجه است. دموجه داخل میشین، میرین سیده جنت میرین. اما امروز آمده ای گپ میزنه. بانک خوب است، بانک خوب است، حداقل حداقل یک کم وجدانتون بیدار شد. گپ گفتن اما ای که به خاطر چی گپ گفته اید اون ویدیو رو متوجه باشین. دیگه هم گپ است. حالا اینی حرفش بشنوین، دقت بکنین، خیلی دقت بکنین، زیر احساسات نرین، فقط گپ بشنوین که منظور از آدم چی است، چی غبیقش اوس بونین. دقت بکنین ببینین چی میگه. پانتون کابل، امارت اسلامی گفت ما نکردیم، دولت اسلامی گفت ما نکردیم. خب ایرا کی کرده؟ داعش میگه نکردم. خب شنیدین؟ یعنی چی؟ یعنی امارت اسلامی، داعش، طالب، یعنی یادم طالبار مسلمان فکر میکنه، داعش هم مسلمان فکر میکنه و تمام گروه های افراطی را مسلمان فکر میکنه. حالا و آدم احمق، امی داعش مسلمان است؟ طالب مسلمان است که تو امارت اسلامی خطاب میکنی؟ خب معلوم دار چرا از روی ریا و فریب و دروغ آمدی و چشم مردم خاک زده رایستی و چیغای ناک میزنی؟ خب بگو که از اینجا من طالب هستم. فرق بین تو و طالب و داعش کدام چیز نیست. اونا تفنگ به دست دارن، تمام روز میرن قتل میکنن، اما تو از اینجا طالب هستی و به خاطر فریب مردم آمدی ای شعار سر میتی. و ای فریب به خاطر چی؟ حمله که بالای دانشگاه کابل شد، تمام مردم بلند شدن و به خاطر که علما خاموش بودن، مردم بالای علما داشتن آهسته آهسته به اعتماد می شدن. می فهمیدن که یا چرا خاموش هستن؟ قتل عام شده رئیس مردم، یا صدای خود نمی کشن.
از او خاطر فهمید که منافعشان در خطر میفته و دوکانشان بسته میشه، آمده به دروغ اینی گپا را به خورد مردم داده رس که یعنی ما به خاطر شما ناراحت شدم. تو ناراحت نشدی آقای انصاری، تو فرق تو با طالب داعش پیش ما قد یک سوزن نیست، فقط همو قدر گفتم که او تفنگ داره تو نداری، تو خطرناکتر از اوستی، او حداقل صفشان معلوم است، خود کشیدن میگه ما طالب هستم، ما داعش هستم، اما خودت خو ایرم قبول نداری و فکر طالبانی و داعشی در سر داری. به اساس سوره قرآن تو منافق هستی، چون آنچه که هستی را به مردم نشان نمیتی و دروغ میگی. دلیل دارم براتون دوست عزیزم، دلیل دارم. شما ببینید 90% بحثای آقای انصاری در مورد تنبان زن، موی سر زن، لباس زن، کرتی زن، چپلق زن، چادر زن، لبسیرین زن که نمیفهم که چه رقمی زن است. خب امی شما تمام روز در مورد زنا صحبت میکنی، در مورد نمیفهم لباسش صحبت میکنی، در آرایشش تو کار داری، در شار رفتنش تو کار داری، در همه چیزش کار داری. اما آقای انصاری من از خود سوال میخوایم بکنم که فعلا کدام موضوع مهم است؟ صحبت کردن در مورد آرایش و تنبان زن مردم، یعنی که صحبت کردن بر علیه گروه های افراطی، آدمکشا، قاتلین ما و شما یا پاکستان، کدامش مهم است؟ مورد نمیگم که حالا در مورد حجاب و گپا صحبت نکو، مولوی هستی اگه صحبت میکنی نمیکنی باز دو موردم ما و شما بس حاد داشتیم، اما فعلا من از خود سوال میکنم ایره وزن کو، کدامش مهم است؟ اما نه، تو به حجاب و به افرادگرایی و مردم ای که بر علیه حکومت بخیزانی و بر علیه نظام بخیزانی و مثلا جهاد بر علیه از این نظام مشروع بدانی و مردم تحریک بکنی خوب بلد هستی، خوب تبلیغ میکنی، خوب چیغ میزنی، اما زمانی که پیام اتحاد میآید، زمانی که تو باید با تمام علما دست خود دست به دست بتین و تمام مردم دولت همگی یک جا شون و با یک فکر یک حرکت، دشمن باید نابود شود و به ضد تمام گروه هایی که در افغانستان تمام روز خواهرای ما را میکشه، برادرای ما را میکشه، جوانای ما را میکشه، به جای از اینکه بر علیه از یا حرکت بکنی، اما تو تمام روز چسبیدی به تنبان زن مردم. یعنی واقعا جای شرم نیست برات؟ واقعا خجالت نمیکشی از کارت؟ و باز تو میایی ما را میگی که جوانا از دین رفتن، خدا را فراموش کردن، قرآن را فراموش کردن. تو خدا را فراموش کردی، تو قرآن را فراموش کردی. این همه ظلم، این همه بدبختی، اما من ندیدم پیش از اینکه تو صدای خدا بلند کرده باشی. از تمام دانشمند و فیلسوف و وزیر و رئیس جمهور و دکتر از تمامش کرده حرف تو زیاد میچله، مردم به گپ تو زیاد میکنه. چرا خیانت میکنی؟ چرا مردم بسیج نمیسازی؟ چرا تمام ملاها را جمع نمیکنی و جلسه نمیگیرین و فتوا صادر نمیکنین؟ چرا مردم را به صلح و آشتی و همدلی دعوت نمیکنین؟ هر وقت که آمدی امرای دولت دست به دست، امرای ملت دست به دست و فتوا صادر کردی که هر کس که در افغانستان جهاد میکنه کفر است، مسلمان نیست، طالب مسلمان نیست، داعش مسلمان نیست، صدا بلند کردی، بعد از او این در دلم جای داری، قدمات روی دیده، در او صورت است که من احترامتان میکنم و تو را منحیث یک عالم دین، منحیث یک کسی که به کشور خود فکر میکنه مشناسم. در غیر از او باید چیغ زدنات وقت ما را دیگه ضایع نکو، روی تان سیاه نساز. تشکر از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودین دوستان عزیز. برای دریافت ویدیوهای بعدی ما حتما کانال ما را سابسکرایب کنین و اگر از ویدیو خوشتان آمد و با ما هم نظر هستین حتما این ویدیو را لایک کنین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار شما.